26 августи соли 1935 як гурӯҳ дучархаронон азми ташкили веломарафон аз Хуҷанд то Сталинободро намуданд. То ташкили марафон тажаббусгорон аз нияти худ дар маҷалаҳо ҳарф гуфта буданд. Аз ин рӯ дар санаи 26 августи соли 1935 назди боғи марказии шаҳр мардуми зиёд ҷамъ омада буданд, зеро гурӯҳи варзишгарон марафонро аз макони зикр гардида оғоз мекарданд. Роҳ барои тай намудан бо дучарха 349 километр муайян гардида буд. Аз ин рӯ ташкилкунандагон на ҳамаро барои иштирок дар марафон иҷоза доданд. Ҳамин буд ки шумораи дучархаронони дар марафон ширкат мекардагӣ ҳамагӣ 6 нафар буд. Чун бори аввал буд ки чунин марафон дар кишвар ташкил карда мешуд, роҳбарони кумитаҳои дахлдор ва шумораи зиёди мардум ба гусели иштироккунандагони веломарафон омада буданд. در ترچشمه ها گفته می شود که در دسته دوچرخرانان نه همه حرفوی بودند، بلکه دسته از حساب دوستداران این رشته ورزش تشکیل یافته بود. далеко в 1935 году организовали группу энтузиастов из 6 спортсменов города Хаджента по маршруту Хаджент-Сталинабад. Ну, сегодняшний веломарафон посвящается 29-летию со дня независимости Республики Таджикистан. И он является одним из пропагандистских и идеологических работ в развитии спорта и велоспорта у нас в республике. تاور ذکر گردید سال جاری از تشکیلیابی مارافونی مذکور 85 سال سپری گردید و فدراسیای ولسپدرونی در یک جایگی با کمیته کربو جوانان و ورزش بخشیده با 29 سالگی صاحب استقلالی و 85 سالگی اولین ویلامارافون در کشور ویلامارافون تشکیل نمودند. این بار هم به خاطر پست خاطرات از تشکیل کنندگان اولین مارافون در کشور تدارکات خط مارافون را چون گذشته از خوجند تا دوشنبه معین نمودند. هدف از گذراندن چنین مارافون این سنجیدن ملکه مهارت ورزشگران می باشد. وقتی که چنین چورابینیو گذرانده می شود، این بسیار ساکنان وطنمون این را می بینند و ذوق و شوق آنها زیاد می شود نسبت به ورزش. نمود ورزش ویلاسپدرونی عین حال خیلی رشد یافته ایستاده است. ورزشگران مند بسیار مسابقه گذرانده شده است برای ورزشگران. امسال یک چند چورابینی ها داشتیم و امیدواریم و مقصد در آینده میگذاریم که ورزش نمود ویلاسپدرونی رو رشد ببریم. طوری گفتیم در ویلا مارافونی سال 1935 شمورای اشتراکچی ها به 6 عدد میرسید و دسته همگی از حساب مردان تشکیل شده بود. در حیات اشتراک کنندگان ویلامارافون نوبتی بانوان هم بودند. مسئولین فدراسیا هنگام صحبت با ما ابراز نمودند که اشتراکچی ها همه اختیاری نام نویس شدند و در اول تصمیم نبود که دختران با قید گرفته شوند، ولی خوشبختانه بانوان مکتب های دوچرخرانی نخواستند از همدستگان خود خفا مانند. اکاترینا جمالالدینوا تا این دم در مسابقه های ویلاسپدرونی فعال بود، ولی با چنین خط طولانی بار اول برآمد. алакай саим сол шуда рафта истодаски ман машқ карда истодам дар ин намуди варзиш. Ин намуди варзиш хеле хуб аст, ба ман маъқул аст ва ман хеле хурсандам ки боз аз шаҳри душанбе ба Хуҷанд омадам ва веломарафони хуб гузаронда истодем. Ин хеле фоида дорад ба саломатӣ ва худи одам, ки ин варзиш, ин намуди варзиш хеле қинд аст, не ки шавқовар. در مرکز شهر خوجان ورزشگران را مسئولین مکتب ولاسپدرونی شهر، نمایندگان کمیته کربو جوانان و ورزش، اینچنین هیئت کاری فدراسیای ولاسپدرونی پیشواز گرفتند. ضمن سخنرانی خود مسئولین ابراز نمودند که یکی از هدف‌های تشکیل ویلامارافون این بلند برداشتن دانش ورزشی و مهارت دوچرخرانی میباشد. هدف از تشکیل نمودن چورابینی مذکور یعنی ویلامارافونی بخشیده به 29 سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان این ترغیب طرز حیات سالم ورزشگران می باشد. ما توانستیم که در این دوره بسیار هم وزنین، یعنی تمام جهان را پاندمی کرونا ویروس فرا گرفته است و تمام چورابینی های عمومی قطع گردیدند، این چورابینی را تشکیل نمویم
تو ورزشگران ما در این وقت مشکل توانند تمرین نمایند و از احوال همدیگر با خبر باشند. پس از ابراز اندیشه ها و سخنرانی ولومارافون آغاز گردید. دوچرخه‌رانان را در این راه هیئت طبی و تکنیکی با نقلیات سرپرست همراهی میکرد. مارافون مذکور در سه مرحله گذرانیده شد و پس از عبور خط معین شده دوچرخه‌رانان امکان داشتند و بسته به وقت و جای معین شده استراحت نمایند. 21 سپتامبر ما از شهر خوجند تا ناحیه استرافشان آمدیم و 22 سپتامبر از ناحیه استرافشان تا ناحیه عینی آمدیم. مسافه 135 کیلومتر و 23 سپتامبر از ناحیه عینی تا شهر دوشنبه مسافه 131 کیلومتر. 25 نفر ورزشگر ویلاسپدرونی این مسافه را طی کرد. اکثر دوچرخه‌رانان بار اول در چنین مارافون اشتراک میکردند. از این رو تدارکات در هیئت مربی ها رو هم وارد نمود تا در راه سمت حرکت و درستی آن را به دوچرخه سواران فهمانند و آنها را نظارت نمایند. همین بود که در صف اول مربیان و تجربه داران جا کرده شدند. تدارکات به ما ابراز نمودند که شماره خواهشمندان برای اشتراک در مارافون زیاد بود، ولی با سبب آنه که اکثرشان نوکار بودند به آنها اجازه اشتراک داده نشد. اصلا در مارافون نوکاران را بدون خاطر قبول نکردند که راه خوجند و دوشنبه دارای راههای کوهی است و برای عبورشان صاحب تجربه باید بود. پرشد محمدعلیف هم بار اول در چنین ولومارافون اشتراک نمود. او به مهارت خود باوری نموده نمایش را در قطار دیگران برای اشتراک در ولومارافون ثبت نمود. اگرچه او بار اول در ولومارافون چنین مسافه داشته اشتراک نمود، ولی تو به این دم در ولومارافون های دوشنبه و مسابقه های داخلی و دوچرخه‌رانی اشتراک نموده است. هدفش که رسیدن به عنوان بلند رشته ورزش مذکور است. نه راه طولانی، نه نقل و حتی عقبه هم نتوانست مانع راهش شود. از شهر دوشنبه به خوجند رفتیم و بعد از آنجا با خوجندی ها از شهر خوجند با خوجندی ها همراه ها به راست به دوشنبه آمدیم. تقریبا از خوجند تا دوشنبه 345 کیلومتر با سپیدومتر ما چنین نشان داد و ما وقتی که این چیز را اولین بار دیدیم، اولین بار این گونه راه دراز این قدر طولانی را ما همچون در تصورات ثبت کردیم که این قدر راه دراز، ولی خیلی دره ها مشکلات ها کشیدیم، خیلی چیز ها بود و خیلی راه های بلند و پست و چه قوری و تونل رو چه گذاشتن، تونل های دراز بود. و در این برابر هم صحبت ما ابراز نمود که لحظه های هیجان بخش از این سفر خیلی زیاد بود و احساسات ناگفتنی مخصوصا هنگام گذاشتن از نقبه ها. کماندان بدیع ما را همراهی کردند. وقتی که ما در نقد رفته ایستاده بودیم خیلی طولانی بود و خیلی تاریک بگیم می شود، و وقتی که ما می خواستیم که یک روشنی در اون نزدیک شود، وقتی می رفتیم طولانی طولانی ناگهان یک افتاب چیزا را دیدیم، خیلی با ما بهترین دلمو کشاده شد و خیلی خرسند شدیم و خیلی چیزهای خوب هم بود. در راه منظرهای زیبا را می دیدیم، خیلی چیزهای کوههای بلند را خیلی بهترین بود. اساسی دسته ولاسپدرونان را در مارافون مذکور ورزشگران مکتب های شهری دوشنبه و خوجند تشکیل می دادند. مسئولین به ما ابراز نمودند که دوچرخه‌رانان دیگر شهر و ناحیه های کشور هم دعوت شده بودند، اما با بعضی از سبب ها نآمدند. رینات باتیرش مسابقه دار دوچرخه‌رانی در برابر دسته دوشنبه با دوچرخه‌رانان خوجندی بهای بلند داد.
Хотелось бы отметить в этом марафоне сагдийцев. Сагдийцы были подготовлены просто прекрасно. Спортсмены хорошие, очень отлично работают с ними тренера. Вот. То есть организовал весь этот беломарафон, ну, в основном ТСЛ, ну, то есть наша федерация Таджикистана. Ну, хотелось бы еще четко отметить, что есть такие люди, то есть они уже в преклонном возрасте, одному 73 года, второму 74 года, Шарафутдинов Садриддин. То есть они нам очень сильно и хорошо помогли, что вот этот марафон состоялся. زیاده از 300 کیلومتر راه و سفر سه روزه به دوچار شدن به حالتهای تکنیکی شدن نمیتوانست. ورزشگران میگویند حالتهای نیز بودند که قسمهای دوچرخه ها تعمیر طلب میشدند و چون هیئت با تعمیرگران تامین بودند، مشکلی های تکنیکی در حال برطرف میگردیدند. در عقبه شهرستان خیلی خوب برآمدن، گرچند که اونجا خیلی بلندی است. مشکل است برای ورزشکاران به این نگاه نکرده ورزشکاران خیلی خوب تیاری دیده بودن برای همین خوب برآمدند روز دوم شکست ریخ اینقدر هم زیاد نبود ولی روز سوم وقتی که از نوحیه عینی به شهر دوشنبه آمدنی بودیم بسیار ویلوسیپیت ها شکاف شدند بعضیشون ویران شدند لیکن ما تیم احتیاطی ذخیروی گرفته بودیم در این جهت ما عموماً تنخیصی نکشیدیم. بعد از سه روزی در راه بودن دوچرخه سواران به دوشنبه رسیدند. پس از رسیدن به دوشنبه باز هم حالت تکنیکی دوچرخه ها از نظر گذرانیده شد و بعدم ولسپیدرونان به سمت نوروزگاه روان شدند. زیرا آنها را در آنجا مسئولین فدراسیا و کمیته کار با جوانان و ورزش انتظار بودند. چون ورزشگران به مکان معین شده رسیدند آنها را در اینجا در برابر تشبسکاران نزدیکان و دوستان استقبال نمودند طوری گفتیم در هیئت سابقه‌داران هم شامل بودند و از کاری تشبسکاران استقبال نمودند Очень рад, что закончился наш нелегкий марафон. Это на самом деле действительно был марафон трехдневный, который мы посвятили 85-летию первого марафона, который прошел в Таджикистане в 1935 году, то есть довоенный марафон. Тогда стартовало 6 человек, а на этот раз стартовало 26 человек. То есть наши спортсмены Таджикистана, как Сагдийская область, Душанбе. То есть мы попробовали организовать вот этот веломарафон и посвящаем его действительно 85-летию первого марафона, президентским выборам и для нашего таджикского народа. پس از رسیدن دوچرخه‌رانان به نقطه آخرین در مراسم تنتنوی رئیس فدراسیای ولسپیدرانی با نمایندگان کمیته کار با جوانان و ورزش در نوبت خود سخنرانی نموده اشتراکچیان مارافون را با موفقیتشان تبریک نمودند چون در هیئت اشتراک کنندگان مارافون تنها 3 بانو بود مسئولین اولین شده آنها را با سپاسنامه و تحفه‌ها قدردانی نمودند
همین طور مسئولین تمام اشتراک کنندگان مارافون خوجان دوشنبه را قدردانی نمودند و آنها را برای باز هم بلند برداشتن مهارت دوچرخه‌رانی و نویل شدن و دستاوردهای سطح بین المللی دعوت کردند. اینچنین گفته شد که فدراسیون نقشه دارد برای باز هم جلب نمودن نورسان و جوانان و این رشته ورزش تشکیل یک قطار چورابینی ها را به مانند مارافون مذکور به راه ماند. Test, test, test.